سلام به دوستداران اندیشه و تفکر، به جز دیگر از کارهای ذهنی بیدار خوش اومدید. یونگ، نامی که همواره در کنار نام زیگموند فروید می آید. یونگ بنیانگذار روانشناسی تحلیلی و دومین روانکاو و روانشناس برجسته پس از فروید. به خاطر دیدگاه و روشهای درمانی که یونگ ارائه داد، نام او همیشه در روانشناسی جاودان خواهد ماند. در این ویدیو به سخنان تعامل برانگیز و شگفت‌انگیز از کارل یونگ می‌پردازیم. تنها درمانگر زخمی است که شفا می بخشد. آنگاه که با اشتیاق نزیسته اید، در حقیقت زندگی نکرده اید. دیوانه شدن هنر نیست، اما خرد را از دیوانگی به دست آوردن اوج هنر است. هر جا عشق باز می ایستد، قدرت، خشونت و وحشت آغاز می شود. شادی از کوچکترین چیزها تنها زمانی به سراغت میاد که مرگ را پذیرفته باشی. آنیما اقوایی برای تشدید زندگی است. ناخودآگاه فقط با گرفتن قربانی مخلوقات خود را آزاد میکند. فقط یک راه است، راه شماست. از راه من دوری کنید. شما را هشدار میدهم، این میتواند راه نادرستی برای شما باشد. هیچگاه انسان سالم دیگری را شکنجه نمی کند. این انسان آزار دیده است که آزار می رساند. هدر دادن زمان خودکشی حقیقی است. فرهنگ رودخانه‌ای به خدمت تاریخ است. روح و جان با خدمت کردن بیدار می شود. دوست بدار کسی را که دوستت دارد، حتی اگر غلام درگاهت باشد. دوست مدار کسی را که دوستت ندارد، حتی اگر سلطان قلبت باشد. هر آنچه ما را از دیگران برافراشته می کند راهنمایی است که می توانیم با کمک آن خودمان را درک کنیم. هیچ کدام از ما با اعکاس به جایی نرسیده ایم. رسیدن به آگاهی بدون زجر نمی باشد. تا چیزی را نپذیریم نمی توانیم آن را تغییر دهیم. اگر انسانی بیش از دیگران بداند تنها می شود. اعتماد سازی سالها طول می کشد. در چند ثانیه تخریب می شود و تا ابد ترمیم آن طول می کشد. هیچ آرایشی شخصیت زشت را نمی پوشاند. شناخت تاریکی خود بهترین روشی برای کنار آمدن با تاریکی های دیگران است. آدم ها را به اندازه ارزش آنها دوست بدار و به اندازه ظرفیتشان ابراز. روانشناسی ما باید در زندگی راه یابد. در غیر این صورت در قرون وسطا ماندگاریم. هر شکلی از اعتیاد بد است. مهم نیست آن ماده مخدر، الکل، مورفین یا ایدئال گرایی باشد. ما رنگ ها را میبینیم ولی قادر به دیدن طول امواج نیستیم. بزرگترین تراژدی خانواده زندگی انجام نشده والدین است. هولناکترین چیز این است که انسان خود را تمام و کمال قبول داشته باشد. هیچ آگاه نشدنی بدون درد نیست. هر چیز خوب پرهزینه است. گستره شخصیت یکی از پرهزینه ترین چیز هاست. من آن چیزی نیستم که برایم اتفاق افتاده. آن چیزی هستم که انتخاب می کنم بشوم. همیشه یادمون باشد که نگفته ها را می توان گفت، اما گفته ها را نمی توان پس گرفت. خودبینی دیدن خود نیست. خودبینی ندیدن دیگران است. مسیحیت با مسدود کردن سایر جهات احتمالی راهی مشخص را نشان داده است. یک عقیده واقعی علمی باید فاقد پیش شرط باشد. بدون آزادی اخلاق نمیتواند وجود داشته باشد. بردگی و طغیان دو عنصر هم بسته جدایی ناپذیرند. کتاب یونگ، پدر علم روانشناسی تحلیلی و همینطور روانکاوی نوین، در سال 1875 در شهر کسیور کشور سوئیس متولد شد. کار خانواده کشیش مسلک داشت. او اکثرا وقتش را در دوران کودکی در گورستان کلیسا می‌گذراند. یونگ در 12 سالگی به بیماری سر دچار شد و تحصیلاتش به صورت کلی تحت فشار قرار گرفت، ولی با اراده محکم و قوی توانست سلامت خودش را مجددا به دست بیاورد. جالب بدونید که او در دوران جوانی خودش را با علاقه به فلسفه می‌گذراند و در دانشگاه بازل سوئیس مشغول به تحصیل در رشته پزشکی شد. یونگ در 6 ژوئن 1961 در سن 85 سالگی بعد از یک بیماری کوتاه مدت از دنیا رفت. ممنون میشم بالا کردن ویدیو و سابسکرایب کردن کانال به ما، رجیب تا ویدیوهای بهتری برای شما عزیزان بسازیم. تا ویدیو دیگر، خدا نگهدار.